نقص نقایص کروموزومی عرض کردم خدمتتون، ما یک تا یه درصدی تا یه 10-15 این تعیین درصدش خیلی خورده مشکله، اینو داشتیم و باید بهشون تششد دفاعی هم حتما کار بکنیم و اینها توی تششد دفاعی یعنی عامل یکی از علتهای ایجاد نقص کروموزومی ویروس‌های غیر ارگانیک هستن. ویروس‌های اینو در عمل بهتون تجربه میشه، یعنی به اونایی که نقایص کروموزومی دارن تششد دفاعی میدید، یه دفعه میبینید که اون ماجراها شدیده، شدیدتره و در واقع نقایص کروموزومی ممکنه علتهای مختلف داشته باشه، دارویی، بلا، میزار، اینا رو همه رو داشته باشه، ولی یکی از علتاش هم ویروس‌های غیر ارگانیک باشه. بنابراین توی ممکنه ما توی بیماری های مادرزادی و نقایص کروموزوم اینها تششد دفاعی هم حتما کار بکنیم، یا حالا لاقل در وهله دوم اینا رو کار بکنیم. اینم اضافه بکنم که غیر از اینا که من گفتم، در مورد همه بیماری ها شما میتونید از این قضیه استفاده بکنید. در مورد همه، مثلا فرض کنید کبد، خب مثلا در مورد کبد مشکل کبدی هست، حالا هر چیزی، شما میتونید از پا کانال بزنید بیاد روی کبد کار بشه. مثلا مشکل دیابت روی لوزالمعده، میتونید از دست کانال بزنید بیاد روی لوزالمعده کار بشه. خب یعنی این کانال، از طریق این کانال ما میتونیم جراحی های انجام بدیم. دیابت کبد لوزالمعده مثلا همون رو میتونید از گوش، یعنی از گوش بیاد این کار انجام بشه. خب و به اصطلاح روی تومورهای مغزی میتونید از گوش، روی مشکلات چشمی مثل انحراف چشمی، خب روی انحرافهای چشمی مثلا میتونید دوتا گوش رو بگیرید، یه نفر از دور نگاه بکنه، شما روی سر کار میکنید، اون نفر گزارش میده، وقتی میزون شد خب به شما میگه و هر بله به اصطلاح توی این چیزایی که هست شما مواردی هست که ما نتایج خیلی خوبی داریم. جانم ببینید، من اینجا با قشم رو بیماری داشتم که همون گزارش کانال و بیماری که نمیتونست راه بره و بعد راه رفته، خب و از همین فاصله اونم همین گزارش کانال و اینها رو داده و همین مسئله و بعدم راه افتاده و بعد با عصا و با اینها و به هر حال بعد از مدتی گزارش خبر خوبش رو به ما داده که من اصلا باور نمی کنم ولی داره این کار اتفاق می افته. فرقی نمی کنه، از نظر ما فرقی نمی کنه، منتها ما لازم این شناخت ها رو به دست بیاریم. یعنی علت توضیح این که این مسئله رو توضیح میدم خدمتون اینه که انجام بدیم، به باورش برسیم ولی رهاش کنیم. خب ولی بعضی ها ممکنه شرطی بشن، یعنی انجام بدن وابستش بشن، خوششون بیاد دیگه، حالا هر کی میگن کانال بلا میساج جره کانال بلا و این بله، این یک متاسفانه یک اپیدمی است که ما ممکنه تو کار خودمون بر اساس به اصطلاح تجاربمون و مشاهداتمون داشته باشیم و افرادی که اومدن و از مدتی چیز کردن شرطی شدن نسبت به، ولی اصلا لازم نیست. خب و چرا؟ چون ما راه دورمون هم شما تجربه خواهید کرد، اینا رو در موازات هم تجربه کنید، یکی راه دور یکی راه نزدیک، یکی راه لااقلش که متوجه بشین بابا فرقی نیست، فقط اینجا شما این چند واحد رو گذروندید. یعنی چی؟ یعنی من اگر سوال کردم که شما شکر رو تجربه کردیم بگیم بله، اگه گفتم که کانالو بفرمایید که بله، اگه گفتم تزریق رو بفرمایید بله، گفتم موضع این واحدها رو گذرونده باشید.